در 2.5 سالی که از جنگ روسیه و اوکراین گذشته، مجموع تعداد کشته ها و زخمی های هر دو کشور در این جنگ حالا به حدود 1,000,000 نفر رسیده. روسیه این مدت با انواع پهپاد و موشک نقاط مختلف اوکراین رو هدف گرفته. این حملات با اینکه عمدتاً بر زیرساخت‌های اوکراین متمرکز بودن، اما در مواردی بیمارستان‌ها، مدارس و مجتمع‌های مسکونی هم هدف قرار دادن. اوکراین هم حدوداً از 6 ماه گذشته حملاتش به خاک روسیه رو افزایش داده. این جنگ تبعات منفی گسترده‌ای رو به آمار جمعیتی هر دو کشور تحمیل کرده. طبق برآوردهای وال استریت ژورنال، تعداد سربازان اوکراینی کشته شده 80,000 و زخمی‌ها 400,000 نفر. از طرف دیگه، سازمان‌های اطلاعاتی غربی تعداد کشته شده‌های روسیه رو نزدیک به 200,000 و زخمی‌ها رو هم حدود 400,000 تخمین می‌زنند. تازه ترین برآورد سازمان ملل، همونطور که در این نمودار میتونید ببینید، حاکی از کاهش شدید جمعیت اوکراین. جمعیت این کشور قبل از تهاجم روسیه در سال 2022 حدود 40,000,000 نفر بود، اما با مهاجرت بیش از 6,000,000 نفر و اشغال سرزمین ها توسط روسیه، جمعیت مناطق تحت کنترل اوکراین به حدود 25 تا 27 میلیون نفر کاهش یافته. و شاید از اون بدتر این که در نیمه اول سال جاری میلادی تعداد مرگ و میر 3 برابر تعداد متولدین بوده. سازمان ملل پیش بینی کرده که تا سال 2100 جمعیت هر دو کشور روالی کاهشی داشته باشه. سولدات Рыгачев Дмитро Родження, водій автотранспортного відділення автомобільного взводу. این در حالی که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، فرمان داده که حدود 180,000 نفر به نفرات ارتش اضافه بشن تا به این ترتیب مجموع سربازان ارتش روسیه به 1,5 میلیون نفر برسه. در حال حاضر سه ارتش اول جهان از نظر تعداد نیروی فعال به ترتیب چین، هند و آمریکا هستند. کره شمالی روسیه هم با اختلاف جزئی در جایگاه 4 و 5 قرار گرفتند. اما اگر دستور پوتین اجرا بشه، روسیه با پیشرفتی چشمگیر با پشت سر گذاشتن آمریکا و هند بدل به 2 ارتش از نظر تعداد نیروی فعال میشه. ولی لازم به ذکره که اینطوری ارتش آمریکا حداقل از جنبه نیروی انسانی از روسیه و چین، دو رقیب جهانیش، عقب میفته. اما اگر نیروی انسانی یک روی سکه توانمندی نظامی کشورها باشه، قطعاً روی دیگرش توان تسلیحاتیه. به گزارش CNN، وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده که از این پس مجبور برای ارسال سلاح به اوکراین دست و دلبازی کمتری به خرج بده، چون که با ادامه کمک به اوکراین با آهنگ فعلی خطر کاهشی شدن زرادخانه تسلیحات در انتظار آمریکاست. در همین رابطه همراه میشیم با امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از دیترویت با ما همراه شده. آقای معماریان، در این 2 سالی که از جنگ میگذره، خیلی چیزا به ویژه از نظر نظامی تغییر کرد برای کشورها، از بودجه هایی که اختصاص میدن، از نگرانی آغاز جنگ تا چنین تغییراتی در تسلیحاتی که دارن و تعداد نیروهاشون. کاملا همینطور است و این مقاله وال استریت ژورنال مقاله مهمی است، از جهت اینکه نشون میده که چقدر موضوع جمعیت مسئله مهمی است و برای آقای پوتین موضوع جمعیت کاهشی روسیه مسئله مهمی بوده. یکی از دلایلی که این حمله رو به اوکراین کرده این بوده که جمعیت روسیه افزایش پیدا بکنه. در سال 2014 حمله میکنه به جزیره کریمه و اونجا حدود 2,500,000 نفر رو اضافه میکنه به جمعیت روسیه، با اینکه این یک سرزمین اشغالی هست. در مجموع در طی 2.5 سال گذشته اتفاقاتی که در جنگ میفته باعث میشه که جمعیت اوکراین کاهش زیادی پیدا بکنه و از اون طرف خود روسیه که در واقع هدف اصلیش این است که در طی سالهای آینده جمعیت بیشتری داشته باشه و زنگ خطر رو در داخل کشور به صدا در آوردن که این کاهش جمعیت میتونه که برای آینده روسیه خطرناک باشه، میبینیم که جنگ تاثیرات بدی هم در خود روسیه گذاشته. مثلا بسیاری از به هر حال کسانی که اولا خب در خود روسیه صدها هزار نفر کشور رو ترک کردن و اینکه یه قسمت عمده از کسانی که برای کار میمدن روسیه در کشور آسیای میانه، اونها دیگه نمیان در روسیه و میزان جمعیت به حال نرخ جمعیت کاهش پیدا کرده و از مجموع جهات خود روسیه هم با یه چالش بزرگی مواجه است. در اوکراین ولی مسئله بسیار بغرنج است و این سوال پیش آورده که اساساً چقدر باید در جنگ ادامه داد
تا اینکه آینده کشور به خطر نیفته. الان مسئله‌ای که اوکراین باش مواجه است مسئله حیاتی براشون هست و از همین جهت هستش که مثلا آقای زلنسکی بسیج نیروهای سرباز رو در جبهه‌ها در واقع محدود کرده به افرادی که بالاتر از سن 24 سال هستن و افراد بین 18 سال تا 24 سال رو دعوت نمی‌کنن به جبهه‌ها، برای اینکه میگن که این افراد بچه ندارن و ازدواج نکردن و این در بهترین فرصت است برای اینکه بتونن که این کار انجام بدن و اگر مثلا برن جبهه و جبهه‌های جنگ و به هر حال جونشون رو از دست بدن، این باعث خواهد شد که به هر حال تاثیر بذاره بازم رو بحث جمعیتی و به هر حال تولد این جور چیزا. و از این جهت می‌بینیم که تاثیرات این مسئله بسیار مستقیم هست روی آینده اوکراین و روی وضعیت کنونی جنگ که الان باش مواجه هستن. و از این جهت به نظر من یک بررسی جالب و مهمی است که ببینیم که واقعا تاثیرات انسانی جنگ چقدر بوده و این میتونه چقدر نسل‌های آینده رو از خودش متاثر بکنه. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از دیترویت ما رو همراهی کردن، ممنونم از شما.